در سه گفتگوی تلویزیونی در سال 1999 در خدمت استاد نصرت الله کریمی بودیم. در قسمت پایانی یا سومی گفتگومون در مورد سریال عروسکی وروجک صحبت کردیم که اتفاقا خود آقای کریمی کارگردان این سریال بودن و ما هم در تلویزیون مینیاتور رو پخش کرده بودیم. شما چند سال از سینما که غایب بودید در سینما ایران، ولی کن ما یک سری هنرهای دیگه، یک سری اثرهای دیگه هم از شما دیدیم غیر از کارهای سینمایی، و یکی از اونهایی که مینیاتور، تلویزیون مینیاتور در سوئد افتخار پخش کردنش رو داشته، سریال وروجک بوده که شما ساخته بودید، که من فکر میکنم توی این مصاحبه ها بچه ها صدای شما رو خیلی خوب به جا بیارن، چون این سریال الان در حدود فکر کنم یک ساله که تموم شده پخشش. راجب این سریال هم یه ذره توضیح میشه بدین؟ بله، این سریال رو سینا فیلم از من خواست که یه سریالی درست بکنم برای بچه های مهاجرین ایران در خارج از کشور، و به من گفتن که من دلم میخواد اینجا بیشینم، میتونم بیشینم؟ من چرا نه؟ همینجا میشینی. شاید که به من گفتن که یه سریالی میخوان که این بچه ها فرهنگشون با کشور ایران قطع نشه، آموزش فرهنگی داشته باشه و ضمناً مفرح هم باشه و گیرا باشه و اینا. 20 تا سریال از من خواستن که هر سری هم 8 دقیقه هست. موضوع های مختلفی ساخته شد و اینو فرستادن به آمریکا در کانال آفتاب، اونجا پخش کردن، خیلی سوکسه پیدا کرد، حتی چندین بار این پخش شد. عده ای از آمریکا به من زنگ زدن گفتن که ما اصلا کانال آفتاب رو نگاه میکنیم به خاطر این سریال. حتی بعضی هم گفتن که ما اینو میبینیم بعد خاموش میکنیم از این چیزا. میگفتن حتی یه نفر اومده بود آدرس منو پیدا کرده بود، اومده بود خونه من از آمریکا با دوربین اینا اومده بود که از این عروسک فیلم بگیره و با دختر من که عروسک رو میگردون، اون صداش هم صدای دخترم ماندناست، دختر من هم رشته تئاتر و فیلم عروسکی و اینا رو خونده، فوق لیسانس انیمیشن و اینا کار میکنه الان در ایران کار میکنه. بچه ها من بروجکم، بروجک با نمکم، این بابای خوشگلمه، مشکل من زبون این وروجکه، زبون درازیش توی بچه ها تکه. من فکر کردم که یکی از درسایی که بچه ها همیشه ازش بعدشون میاد اون چیز گرامره، گرامر زبان فارس، دستور زبان فارسی. گفتم اگه من دستور زبان فارسی رو که مورد محبت بچه ها نیست، اگر یه جوری بسازم که با عشق و علاقه تماشا بکنن دیگه، چون که صد آید نود هم پیش ماست دیگه. بله، دستور زبان فارسی رو صیغه های مختلف و زمان های مختلف و تمام با آهنگ و شعر رو نمیدم، اینو شما دارین؟ بله بله، اینو ساختیم و پخش کردیم اینو. و بسیاری از مسائل عمومی جهان، مثلا آلودگی هوا، لایه اوزون، نمیدونم جنگ، نمیدونم پیوند زدن آدم ها، بله، نامه از آمریکا، اینو 20 تا سری دیگه، قضا دادن به بچه ها. مثلا یه موزلی که برای بزرگترام جالب بود، برای اینکه همه بزرگترا برای بچه شون قضا بخوره میگن بخور بخور گوشتتو بخور، انقدر بهش میگن بخور که این بچه از قضا اصلا نفرت پیدا میکنه. اینو مثلا یه سریش راجع به غذا خوردن. و اون چی که بیشتر نظر من بود این بود که یه آموزشی هم بدم که رابطه بین دو نسل، دو نسلی که یکیش مثلا 10 ساله است، یکیش
50 ساله این رابطه متمدنانش چگونه باید باشه. یعنی که بزرگترها اجازه بدن به فرزندانشون که حرف بزنن، عقایدشونو بگن، بشنون حرفشونو، اجازه بدن که کوچیکترها گاهی مچگیری بکنن، دخالت بکنن، بحث بکنن، گفتگو بکنن با بزرگترها. یه بدبسون منطقی بین دو نسل، دو نسلی که فاصله شون هم خیلی زیاده، چگونه میتونه حاصل بشه؟ بابا چرا شما موهاتون رو مغز سرتون سیم کشی کردین؟ این فضولی ها به تو نیمده. اینه که گفتم فضولی بود؟ بله، برای اینکه بچه نباید به موی سر پدرش کار داشته باشه. بچه رو شما با موی سر من کار دارین؟ گفتم بچه نباید به موی سر پدرش کار داشته باشه. من که بچه نیستم بابام. آخه شما هی به من میگی موهات بلند شده، باید بریم سلمونی کوتاش کنی. خوب شد یادم انداختی ها. این نامه رو که تموم کردم میبرم سلمونی موهاتو کوتاه میکنم. من موی کوتاه دوست ندارم. منم موی بلند دوست ندارم. پس چرا موهای خودتون انقدر بلنده؟ موی بلند واسه تو دوست ندارم. منم موی سیم کشی شده شما رو دوست ندارم. سیم کشی حرف بدیه، توهین آمیزه، هیچ خوشم نمیاد. سیم کشی چیه؟ پس اسمش چیه؟ من موامو از چپ به راست شونه میکنم که مغز سرم دیده نشه. حالا فهمیدی؟ دیده هم نشه همه میدونن مغز سر شما موهاش ریخته. بدونن اینجوری قشنگتره. هیچ هم قشنگتر نیست، مخصوصا وقتی باد میاد. موهای سیم کشی انقدر این ور اون ور میره که گندش در میاد. بی تربیت، گندش در میاد چیه؟ آدم وقتی درباره موهای پدرش صحبت میکنه از ادب به دور کلمه گند رو به کار ببره. معذرت میخوام. بین بیننده های ما در سوئد هم سریال وروجک طرفدار خیلی زیاد داشت و وقتی سریال تموم شد خیلی از پدر مادرها بچه ها تلفن میکردن و دلشون میخواست که این سریال رو برای همیشه داشته باشن، نوارهاشو داشته باشن. ولیکن از اونجایی که خب نظرها متفاوته و همه از یک نوع برنامه خوششون نمیاد، یک سری پدر مادرها، البته تعدادشون بسیار انگوش شمار، زنگ زدن و به ما گفتند که این سریال یه مقدار بدآموزی داره. چرا پدر به بچهش میگه که مثلا میزنم توی سرت اگه مثلا این غذا رو نخوری، انقدر اعصاب منو خورد نکن، باز تو مچه منو گرفتی. و البته خیلی ها هم این با این مسئله از یه دید دیگه برخورد کردم. من میخواستم بدونم که دیدی که شما دلتون میخواد که بیننده ها داشته باشن وقتی این سریال رو میبینن، یعنی از دید خود شما که این سریال رو ساختید چیه؟ ببینید درست برعکس، در ایران یه عده اعتراض کردن که این سریال بچه ها رو پر رو میکنه. این دو نقطه نظر کاملا متضاده. این اصلا مشکل تلویزیونه. تلویزیون باید برای عام باشه. خب فرهنگ مردم متفاوته، مخصوصا جامعه ایران از نظر فرهنگی فوق‌العاده طبقاتیه. خب حالا یه سازنده چیکار بکنه؟ یه کسی میگه که این بچه باید مثلا 100% حرف پدر مادرش گوش کنه، هیچی نگه، ساکت بشینه و اگر حرف بزنه بدآموزی داره. یکی دیگه درست برعکس میگه که چرا پدر میگه میزنم تو سرت. ما باید یه میانگینی رو بگیریم که این طیف عظیم فرهنگی که در ایران هست و در خارج هم یه عده دیگه به همه جواب بده. خب اون دوستی که این حرف زده متوجه نشده که بچه جواب باباشو میده، میگه که مگه نگفتی که تنبیه بدنی مال آدم های وحشی عقب مونده هست؟ بعد پدره میگه خب من که تو رو نزدم، گفتم. بعد پسره میگه همین گفتنش هم بده، برای اینکه یه عده از تلویزیون میشنون بعد خیال میکنن که باید بچهشون رو کتک زد، یه وقت خدای نکرده با چوب میزنن تو سر بچهشون. میگه خب حالا من چیکار بکنم؟ میگه هیچی، پس بگیر بگو که این کار بده. خب این یه صغرا و کبرایی چیدیم، یه نتیجه گرفتیم. همه جانبه باید به قضیه نگاه کرد. گاهی تماشاگران این چیزو دارن، این تمایل دارن که یه جمله رو از وسط جملات دیگه میکشن بیرون و روی اون فوکوس میکنن و نسبت به اون حساسیت نشون میدن.
البته اگه آدم بخواد یه ذره هم انتقاد از خود ملیت خود ایرانیمون بکنه، باید بگیم که ما ایرانی ها یه عادتی داریم که چشممون رو به خیلی حقیقت ها میبندیم، و یکیش هم اینه که همین مسئله که خب بچه اینطور معمولا به پدر مادر شاید جواب بده و شاید خیلی ها نخوان این مسئله رو علنا ببینن. مثلا یکی از سریایی که من خیلی از این خوشم میاد، از این سری، مسئله ایست که بچه میگه من از کجا به دنیا اومدم، من چجوری به وجود اومدم. این سوالی است که تمام بچه های 3-4 ساله از پدر مادرشون میکنن و مطرح میکنن. پدر مادرام نمیدونن چی جواب بدن. اغلب میگن که نمیدونم از زیر بوته کلم تو رو پیدا کردیم، کلاغه تو رو آورد فلان. اینو من مطرح کردم به طوری که بچه‌م میفهمه بدون اینکه مستهجنم باشه. و واقعا میدونی من نمیخوام حالا یه جنبه خودستایی پیدا میکنه اگه اینه بگم، ولی نوشتن چنین دیالوگی واقعا دشواره که آدم هم نغلطه به طرف ابتذال، مستهجن نباشه، هم حق مطلب رو ادا بکنه، هم آموزش بده و بچه بفهمه که بالاخره حقیقت چی هست بدون اینکه مستهجن باشه. کره زمین هم برای تعداد معینی آدم گنجایش داره. اگه از حدش بگذره زمین و هوا انقدر آلوده میشه که دیگه کسی نمیتونه سالم زندگی بکنه. خب چرا جلوی انفجار جمعیت رو نمیگیرن؟ میخوان بگیرن، شب و روزم تو رادیو میگن، اما تا موقعی که در آسیا و آفریقا از هر کلبه 10 تا بچه بیرون میاد فایده ای نداره. این بچه ها بزرگ میشن، هر کدوم باز 10 تا بچه درست میکنن. مگه بچه ها رو آدم ها درست میکنن؟ ببین وقتی میگم این سوالات برای سن تو زیاده برای اینا ها، حالا مجبورم بهت جواب بدم، وقتی بزرگ شدی خودت میفهمی. نه ترس بابا، من خودم میدونم این تو چیزا رو نمیشه از بابا پرسید. پس از کی باید پرسید؟ از همشاگردی ها. خب هر بچه دلش میخواد بدونه از کجا اومده، چجوری درست شده. یه دفعه از شما پرسیدم گفتین کلاغه تو راه آورده. خب دیگه چرا رفتی از همشاگردیات پرسیدی؟ نپرسیدم که، به بچه ها گفتم منو کلاغه از آسمون آورده، همه هر هر به هم خندیدن. خب بعد چی شد؟ بعد یکی از بچه ها صدام کرد گوشه حیات، راستشو گفت فهمیدم راحت شدم. خب چی گفت؟ این تا چیزا رو بابا از بچهش نمیپرسه. خب آقای کریمی خیلی خیلی من سپاسگزارم از این وقتی که شما ما دادین، و بازم میگم عجب افتخار بزرگی بود واقعا توی این چند ساله. اگر آدم از هر چیز مهاجرت نالیده، یا مثلا من شخصا خودم نالیدم، خدا رو شکر میکنم که به سوئد اومدم که امروز بتونم شما رو اینجا ببینم. بسیار خوشحالم، مخصوصا اینکه در این هوای خوب تو این چمنا و حرفایی زدیم که حرف دلمون بود در حال. و آقای کریمی اگر که حرفی دارید با بیننده ها که مستقیما دلتون میخواد بزنید، چون هم به عنوان هنرمند کشورمون امیدواریم سالهای سال سایه شما بالای سرمون باشه، شما پدر بزرگوار همه ما هستید، اگر که صحبتی دارید با بیننده ها خواهش میکنم بفرمایید. من صحبتی که دارم اینو از دلم میگم، واقعا مردم ایران سپاسگزارن. ببین من کاری نکردم خانم، یه استعداد خداداد بوده، شغلم هم هنرپیشگی و کارگردانی و نویسندگی بوده، مجبور بودم این کارو بکنم. خب حالا مردم لذت بردن از کارا، خوششون اومده، من خوشحالم از این بابت. اما چنون نسبت به من محبت دارن که من واقعا گاه شرمنده میشم. میگم آخه من که شما رو یه دفعه خونم دعوت نکردم که مهمونی بودن، یه دفعه نمیدونم به شما یه کادویی که ندادم. اینقدر محبت، من نگاه هایی که تو جامعه، مثلا خود شما حالا عینک دارین دیده نمیشه، ولی تو استودیو که بودی من نگاه شما رو دریافت کردم که بسیار محبت آمیز بود، مثل اینکه واقعا به پدر عزیزتون دارین نگاه میکنم. من یهو میکنم اینو با میلیون ها دلار نمیشه خرید، یک ثروت عظیمیه که من بهش میبالم و خوشحالم از این بابت که نتیجه یه عمر کاره. من بیش از نیم قرن کار کردم و ملت ایران چنان سپاسگزاره، حق مطلب رو ادا میکنه که من واقعا گاه شرمنده میشم. شما نمیدونید من تو تهران وقتی تاکسی سوار میشم گاهی
میگم میخوام برم پیش شمرون مثلا. تاکسی چی منو نمیشناسه چون موهام سفید شده نسبت به اون زمان، خب قیافم عوض شده. ولی وقتی که میگم میخوام برم پیچ شمرون میشینم و پشت تاکسی، از صدا منو میشناسه. میگه شما آقای کریمی هستین؟ میگم بله. میگه از صداتون شناختم. چقدر پیر شدی؟ میگم خب همه پیر میشن. اون فیلمایی که تو دیدی مال 25 سال 30 سال پیشه. بالاخره آدما پیر میشن. تنها چیزی که تو دنیا عادلانه است همینه که همه پیر میشن. دیگه اینجا پارتی بازی نداره دیگه، نه پولدار و بی پول و نمیدونم با سواد و بی سواد نمیشناسه. خب منم پیر شدم دیگه، ولی خوشبختم از این که این محبت هایی که از مردم میبینم باعث میشه که روحیم جوونه. یعنی من الان 75 سال تموم کردم، اما باور بکنید خودمو یه آدم 45-50 ساله احساس میکنم. به این جهت این مردم یه عدهشون هم در سوئدن، به وسیله این میکروفون و این دوربین میخوام ازشون تشکر بکنم که وجود این آدما، وجود این هموطنان به عمر من اضافه میکنه و شادابی جوانیمو تداوم میبخشه. عاشقی